سلام و درود به تمامی همراهان عزیز لذت داستان. من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه داستان دنباله دار میخونم. امشب میخوام قسمت 17 از داستان زیبای سینوهه پزشک مخصوص فرعون رو برای شما بخونم. توی قسمت قبل داستان رو تا اونجای براتون خوندم که سینوهه متوجه شد انتقامی که ظاهراً از نفر گرفته در واقع یه کار بچگانه بوده، چون اون زمانی که توی خونه مرگ به هوش اومد تمام اونجا رو به هم ریخت، مردان رو به جون هم انداخت، پولهای اونها رو گرفت و سالم و شاداب و پولدارتر از قبل از اون خونه بیرون اومد. از سمت دیگه فرعون شهر جدیدی رو برای اقامت انتخاب کرده بود. تو اون منطقه دستور داد که در ظرف یک سال یک شهر بزرگ بسازند. سینوهه هم که طبیب مخصوص فرعون شده بود نزد اون اقامت داشت. پس سرنوشت مریت چی شد؟ اگر میخواین ادامه داستان زیبا رو بشنوید، فراموش نکنید یه ویدیو رو لایک کنید، نظرتون رو حتما برام کامنت کنید و اگر میخواین قسمت‌های قبلی این داستان جذاب رو بشنوید، از پلیلیست سینوهه داخل چنل میتونید استفاده کنید. بریم تا با هم ادامه این داستان جذاب رو بشنویم. فصل 11، مریت. مطمئنن هر کسی آبی را که از ساعت آبی جاری می شود و دیده است. عمر انسان ها هم مانند همین آب سپری می شود، ولی عمر آنها را نه با آب که با رویدادهای گوناگون می سنجند. این یک حقیقت سنگین و تلخ است. انسان فقط در موقع پیری و یک نواختی به آن دست می یابد. یک اتفاق مشخص در یک روز خاص تأثیری را روی آدم می گذارد، به گونه ای که آن روز به اندازه یک سال در نظرش می آید. من در شهر آخناتون به این واقعیت پی بردم، جایی که عمرم چون جریان نیل نرم و روان جاری بود. زندگیم به رویایی مبهم و شیرین تبدیل شده بود. 10 سالی را که در سایه فرعون در قصر طلایی او در شهر جدید سپری کردم، به اندازه یک سال از ایام جوانی و همه آن سفرها و دگرگونی ها نبود. در آخناتون به علم و دانش من چیزی افزوده نشد. من در طول این مدت از آنچه در شهرهای دیگر فرا گرفته بودم استفاده کردم. دقیقا مانند زنبور عسل که در زمستان از آنچه در کندو ذخیره کرده استفاده می کند. همان گونه که آب شکل یک سنگ را تغییر می دهد، قلب من هم تغییر یافته بود. من آدم دیگری شده بودم. بیشتر از قبل تنها شده بودم و با بالا رفتن سنم دیگر مانند گذشته غرور نداشتم و به دانش خود نمی بالیدم. شاید علت اصلی آن این بود که دیگر کاپتاه در کنار من زندگی نمی کرد. او در تپس مانده بود، جایی که از دارایی‌های من و دم تمساح مراقبت می کرد. شهر آخناتون خود را پشت رویاها و آرزوهای فرعون پنهان ساخت. دیگر با بقیه نقاط دنیا در ارتباط نبود. هر حادثه‌ای که در بیرون مرزهای آخناتون رخ می‌داد، مانند عکس ماه در آب زود گذر بود. فقط آنچه در شهر آخناتون به وقوع می‌پیوست واقعیت داشت. ولی اکنون با نگاهی به گذشته می‌توان فهمید شاید واقعیت برخلاف آن بوده است. آخناتون چیزی جز وهم و خیال نبوده. واقعیت اصلی غیر از فقر و گرسنگی و درد و رنج در بیرون مرزهای شهر بوده است. چون همه چیزهایی که موجب ناراحتی فرعون آخناتون می شد از او مخفی نگه داشته می شد. اگر موضوعی هم پیش می آمد که حتما باید تصمیم نهایی توسط او گرفته می شد، به گونه ای قضیه را برای شهر می دادند که موجب ناراحتیش نشود تا مبادا دوباره دچار سردرد شود. در طول این مدت آیی کاهن اعظم در مقام نگهدارنده عصای سلطنتی در سمت راست فرعون در تپس حکومت میکرد. فرعون همه امور اجرایی و اداری که در نظرش ناخوشایند بود را با اعتماد کامل به آیی پدر زنش که مردی بسیار جاه طلب بود واگذار کرده بود. در حقیقت آیی حاکم 2 قلمرو پادشاهی در مصر بود. بعد از سرنگونی آمون قدرت دیگری جهت مقابله با فرعون و خدای او وجود نداشت. به همین دلیل آیی به نام خدای جدید در تپس حکومت میکرد. در نظر او هیچ چیز مهمتر از شهر آخناتون که موجب میشود فرعون از تپس دور بماند وجود نداشت.
او از هیچ کوششی برای کسب درآمد بیشتر و فرستادن هدیه‌های ارزشمند به شهر دریغ نمی‌کرد تا آخناتون را برای فرعون خوشایندتر سازد. هورمهب هم که در منفیس بود، مسئولیت برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور را عهده‌دار بود و در حکومت آیی با او شریک بود. در حقیقت قدرت او در پشت چوب دستی مالیات چیان و چکش هایی بود که نام آمون را از روی همه تندیس ها و کتیبه ها پاک می کردند. برای این منظور مقبره ها را می شکافتند. فرعون آخناتون اجازه داد که مقبره پدرش را هم بگشایند و نام آمون را از روی کتیبهش حذف کنند. آی هم در این مورد خلاف اخلاقی از خود مخالفتی نشان نداد. او ترجیح می داد افکار فرعون درگیر مسائل مذهبی باشد که زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار نمی داد. تا مدتی بعد از دوران آشوب و هرج و مرج در تبس، مصر چون دریاچه‌ای در تابستان آرام بود. آی وظیفه جمع کردن مالیات را به افسران ارشد خود محول کرد. به این طریق خودش را از شر مشکلات زیادی رها کرد. این شیوه باعث می شد تا جمع کنندگان مالیات شهرها و روستا بر ثروت خود بیفزایند. وقتی مالیاتچیان به سراغ فقرا می رفتند، آنها شروع به گریه و زاری می کردند، خاکستر بر سر خود می ریختند. این همان کاری بود که فقرا در همه زمانها می کردند. در آخناتون تولد دختر چهارم فرعون مصیبتی بود که از سقوط اسمیرنا وحشتناکتر بود. ملکه نفرتیتی کم کم فکر کرد که قربانی جادو و طلسم اطرافیانش شده. به همین دلیل به تبس برگشت تا در این باره از قابلی سیاه پوست خود طلب کمک نماید. از سوی هم واقعا عجیب بود که یک زن چهار دختر بزاید و حتی یک پسر هم به دنیا نیاورد. ولی در هر حال انگار در تقدیر او این گونه رقم خورده بود که برای فرعون دختر به دنیا بیاورد. هیچ وقت صاحب پسر نشود و این سرنوشت برای همیشه با او بود. با سپری شدن زمان، اخباری که از سوریه می رسید، لحظه به لحظه وخیم تر می شد. هر زمان که یک کشتی از راه می رسید و لنگر می انداخت، من سری به بخش بایگانی پادشاه می رفتم تا آخرین الواحی را که حاوی درخواست مجدد کمک بود را بخوانم. با خواندن آنها، ندای سفیر کشیدن تیرهایی را از کنار گوشم می گذاشتند می شنیدم. بوی دود خانه هایی را که در آتش می سوختند را استشمام می کردم. می توانستم از میان عباراتی که بسیار محترمانه نگاشته شده بودند، صدای فریاد افراد در حال مرگ و کودکان مسله شده را بشنوم. مردان آمورو جنگجویانی وحشی و خشن بودند که توسط افراد هیتیتی در فنون جنگی آموزش دیده بودند. حتی یک واحد نظامی در سوریه هم قادر نبود در برابر آنها مقاومت کند. من نامه های شاهزادگان بابل و پادشاهان اورشلیم را خواندم. آنها ضمن ابراز دوستی با فرعون و یادآوری وحدتی که با پدر او داشتند و تأکید دوستی با آخناتون از فرعون درخواست کمک داشتند. ولی فرعون از ناله ها و تقاضاهای آنها به سطوح آمد. نامه های آنها را بدون اینکه بخواند به باهیگانی می فرستاد. با سقوط اورشلیم بقیه شهرهای وفادار به فرعون از جمله جوبها از مقاومت دست کشیدند. با پادشاه آزیرو متحد شدند. بعد از آن هورمهب از منفیس برگشت تا به آخناتون نزد فرعون برود. تا از او درخواست ارتشی کند که به وسیله آن به سوریه برود. او به آخناتون گفت دست کم اجازه بده تا چند هزار نیزه‌دار و تیرانداز را استخدام کنم و با صد عرابه جنگی به سوریه بروم و آنجا را به شهر آتون تبدیل کنم. اکنون که حتی جوبها هم تسلیم شده، مصر دیگر در سوریه قدرتی ندارد. فرعون آخناتون با شنیدن خبر سقوط اورشلیم به شدت ناراحت و غمگین بود. مصمم شد که شهری به اسم آتون بسازد که آرامش را به سوریه برگرداند. او گفت آن پیرمردی که حاکم اورشلیم بود و من الان نامش در ذهنم نیست، از دوستان نزدیک پدرم بود. وقتی که بچه بودم او را در قصر زرین تبس دیده بودم. خوب به خاطر دارم که ریش بلندی داشت. برای جبران زحماتش از وجوه مصر به او مقرری خواهم داد.
اگرچه با پایان گرفتن تجارت با سوریه درآمدها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. هرمهپ با حالتی کنایه‌آمیز جواب داد: اتفاقاً او در شرایطی قرار دارد که مستعمری واقعاً به دردش می‌خورد. اگر جاسوسان من خبر را اشتباه نرسانده باشند، به دستور آزیرو یک قدح بی عیب مزین به طلا از جمجمه‌ای ساخته شده به عنوان هدیه برای پادشاه هاتی فرستاده شده. فرعون رنگ از رخش پرید، چشمانش از عصبانیت مانند کاسه خون شد. آنگاه آرام گفت: خیلی سخت است که بخواهم باور کنم که این عمل شنیع توسط پادشاه آزیرو که خودم برایش نشان حیات فرستاده بودم انجام شده. شاید درباره او دچار اشتباه شده باشم. قلب او از آنچه که گمان می کردم تاریکتر و سیاهتر شده باشد. ولی هرمهپ، من نمی توانم با درخواست تو در مورد استخدام سرباز و خرید عرابه جنگی موافقت کنم، چون مردم از مالیات ها راضی نیستند. محصول هم امسال از سالهای قبل کمتر است. هرمهپ گفت: شما را به خدایتان آتون سوگند می دهم، دست کم اجازه بدهید که 10 عرابه و چند صد مرد نیزدار و 10 ها مرد تیرانداز استخدام کنم تا به سوریه بروم. شاید موفق شوم تعدادی از آنها را نجات بدهم و آزادشان کنم. ولی فرعون اخناتون گفت: من به خاطر آتون نمی توانم نبردی بپا کنم، چون او با خونریزی مخالف است. آن را عملی قبیح می داند. ترجیح می دهم از سوریه بگذرم. اجازه بده سوریه از مصر مستقل باشد. بگذارید که تجارت با آن مانند گذشته ادامه یابد، چون سوریه بدون مصر قادر به ادامه حیات نیست. هرمهپ که به شدت خشمگین شده بود گفت: آخناتون، آیا فکر می کنید آنها به این قانع می باشند؟ هر مصری که کشته می شود و هر شهری که سقوط می کند بر اعتماد به نفس آنها می افزاید. آنها را جهت درخواست های بیشتر حریص می کند. بعد از سوریه نوبت معادن مثل صحرای سینا می شود که در صورت نبودن آنها دیگر قادر به ساختن نیزه و سرنیزه نخواهیم بود. فرعون با عصبانیت گفت: قبلا هم گفتم نیزه های چوبی برای نگهبانان کافی است. چرا ذهن مرا با این سخنان بیهودت در مورد نیزه و تیر درگیر می کنی؟ به قدری تکرارشان میکنی که وقتی میکوشم حواسم را روی سرود جدیدی که برای آتون سرودم متمرکز کنم، سخنانت در سرم انعکاس مییابند. هرمهپ گفت: بعد از صحرای سینا نوبت به قلم رو به سفلا میرسد. همان گونه که خودتان اشاره کردید، سوریه بدون تجارت مصر قادر به ادامه حیات نیست. به همین دلیل مدتی از غلات خود را از بابل تامین میکند. حداقل اگر از سوریه نمی ترسید، از هیتیتی ها بترسید که حرص و طمع آنها برای قدرت بی حد و مرز است. فرعون اخناتون با حالتی اسفبار خندید، آنطور که هر مصری متعصبی از شنیدن این سخنان می خندد. آنگاه گفت: تا جایی که همه ما خبر داریم، تا این لحظه هیچ دشمنی تا به حال جرأت نکرده به خاک ما قدم بگذارد. جرأت هم نخواهد کرد. مصر ثروتمندترین و قدرتمندترین پادشاهی روی زمین است. من نشان حیات را برای پادشاه هاتی فرستادم. بنا به درخواست او مقداری طلا هم برایش فرستادم تا او بتواند مجسمه‌ای از من به اندازه طبیعی در معبدش بنا کند. او به مصر حمله ور نخواهد شد، زیرا هر موقع که بخواهد میتواند از ما درخواست طلا کند. هرمهپ از شدت خشم رگهای پیشانیش ورم کرده بود، ولی در آن لحظه بر احساسات خود غلبه کرد، حرفی نزد. من به او گفتم: به عنوان یک پزشک دیگر نمیتوانم اجازه دهم که فرعون را اذیت کنی و موجب خستگیش شوی. سپس هرمهپ به دنبال من از اتاق بیرون آمد. وقتی وارد خانه من شد، از عصبانیت با تازیانه محکم بر زانوان خود زد. گفت: به خدایان سوگند، یک تاپاله حیوانی که در جاده ای افتاده از نشان حیات او فایدهش بیشتر است. با همه این دیوانگی هایش وقتی در چشمانم ظلم میزند، دستش را روی شانم میگذارد یا مرا دوست خود صدا میزند، به گفته هایش ایمان میآورم. گرچه به خوبی میدانم که حق با من است و او در اشتباه به سر میبرد.
سینوه می ترسم اگر مدتی طولانی اینجا اقامت گزینم مثل ندیمه ها بشوم. بعد از بازگشت هرمهب به منفیس حرفهایش فکرم را به خود مشغول کرد. من از اینکه برای او دوست خوبی نبودم و از طرفی هم نتوانسته بودم مشاور خوبی برای فرعون باشم رنجیده خاطر بودم. خودم را ملامت می کردم. با این حال بستر نرم و راحتی جهت خواب داشتم. آشپزم به وسیله گوشت پرندگان و آهو بهترین غذاها را برایم می پخت و همه چیز مطابق میلم بود. به همین علت دلم نمی خواست این راحتی و آسایشم از بین برود. دومین دختر فرعون که نامش مکتاتون بود به بیماری سختی دچار شد. آنقدر لاغر و ضعیف شد که استخوان ترقوش از زیر پوست بدنش قابل مشاهده بود. من تلاش کردم که او را از طریق داروهای مقوی تقویت کنم، چون مطمئن بودم اگر فرعون از بیماری دخترش مطلع شود غمگین می گردد. اگر دوباره بیماری سر فرعون شروع می شد دیگر شب و روز آسایش نداشتم. فرعون هم با شنیدن خبر بیماری فرزندش بیمار شد، چون او عاشق دخترش بود. در روزهای شرفیابی دخترهای بزرگترش، یعنی شاهزاده خانم مک تاتون و مری تاتون، قبل از این او را در رواق قصر همراهی می کردند و برای مردم طلا و هدایا پرتاب می کردند. فرعون به این دختر خود بیشتر از سایر دخترانش علاقه داشت. به او گویی هایی از آج و نقره هدیه می داد. یک سگ کوچک هم به او داده بود که هر کجا می رفت همراهش بود. شبها در کنار بسترش می خوابید. فرعون از شدت نگرانی لاغر و ضعیف شده بود. هر شب چندین بار به واسطه سرفه دخترش از خواب بر می خواست، بالای سرش می رفت. به همین خاطر آن دختر کوچک نیز برای من بیشتر از اموالم در تبس، کابتاه، سالهای قحطی و همه مردمی که بعد از آن گرسنگی می کشیدند و همه کسانی که در سوریه به خاطر آتون در حال مرگ بودند اهمیت داشت. همه قدرت و مهارت خود را جهت خوب شدن او به کار گرفتم و سایر بیمارانم را که از پرخوری و سردرد عذاب می کشیدند را به فراموشی سپردم، چون باید هوای فرعون را می داشتم. البته من با رفتار کردم بر طبق میل آنها طلای زیادی به دست آورده بودم، ولی در آن زمان از طلا و نقره خسته شده بودم. گاهی نسبت به بیمارانم بی توجهی می کردم، به گونه ای که می گفتند سیلوه خیلی مغرور شده، چون پزشک مخصوص دربار سلطنتی است دیگر دوست ندارد حرفها و درد و دلهای ما را گوش کند و ما را معالجه کند. اما اندوه به سراغم می آمد. دلم هوای آنجا را می کرد. یک مقدار از موهای سرم ریخته بود. روزهای پیش می آمد که با فراموش کردن وظایف خود در جاده های بابل قدم می زدم و با یاد و هوای تبس و بوی داله های گندم و جو لذت می بادم. کم کم پی بردم که چاق شدم، خوابم هم سنگین شده. بعد از اینکه کمی قدم میزنم از نفس میافتم و ناچار به استفاده از کجاوه میشدم، در حالی که چند وقت پیش حتی در مسافتهای طولانی هم احساس خستگی نمی کردم. وقتی دوباره پاییز از راه رسید و آب رودخانه بالا آمد و چلچله‌ها بر روی آب شروع به پرواز کردند، مکتاتون بهبود یافت. او می خندید. دیگر در سینه‌اش دردی را حس نمی کرد. روح من نیز همراه با چلچله ها مهاجرت کرد. با کسب اجازه از فرعون سوار کشتی شدم تا به تبس برگردم. فرعون دستور داد تا سلامش را به همه ساکنان ساحل رودخانه که زمین های خدای دروغین آمون را در میان آنها تقسیم کرده بود برسانم و نیز خبرهای خوشی از آنها برای او ببرم. من در بسیاری از روستاها توقف کردم. از بزرگان خانواده ها خواستم تا با آنها حرف بزنم. سفرم از آن چیزی که فکرش را می کردم خیلی راحت تر بود، چون از بستر گرم و راحتی برخوردار بودم و هیچ مگسی و پشه‌ای روی رودخانه نبود. آشپزم در این سفر مرا همراهی می کرد. ساکنان روستاها مرتب به ما هدیه می دادند و هیچ کمبودی از لحاظ مواد غذایی را حس نمی کردیم. ولی زمانی که با ساکنان دیدار می کردم متوجه شدم که آنها بسیار اندامشان لاغر است و پوست و استخوانی بیش نیستند. زنان آنها وحشت زده به اطراف نگاه می کردند و از هر صدایی می ترسیدند. کودکانشان لاغر و ضعیف بودند. آنها اندوخته گندم خود را به من نشان دادند که از نصف همیشه هم کمتر بود.
روی دانه ها لکه های سرخ رنگی را می دیدم. گویی روی آنها باران خون جاری شده بود. آنها به من گفتند: در آغاز گمان می کردیم علت اینکه گندم های ما این گونه می شود از اطلاعات ناقص ما ناشی می شود. ولی حالا فهمیده ایم زمین های آمون که میان ما تقسیم شده نفرین شده می باشد. به همین دلیل ما هم نفرین شده هستیم. شبها افرادی ناشناس محصولات ما را لگد مال می کنند. دستانی نامرئی شاخه های درختان میوه‌ای را که کاشته ایم می شکنند و دام های ما بی علت به هلاکت می رسند. مسیرهای آبیاری ما بند می آیند و درون چاه های ما مردار پیدا می کنیم. به گونه ای که اکنون از آب آشامیدنی هم محروم هستیم. تعداد زیادی از مردم زمین های خود را ترک کردند و بدبخت‌تر از قبل به شهرهای کوچک برگشتند. به فرعون خدای او ناسزا می گویند، ولی ما همچنان با اعتماد به نشان جادویی فرعون و نامه هایی که برای من فرستاده مقاومت کرده ایم. آنها را به عنوان طلسم محافظی در برابر حمله ملخ‌ها بر روی تیرک‌هایی در مزارع خود آویخته‌ایم. ولی قدرت جادوی خدای آمون از قدرت جادوی خدای فرعون بیشتر است. ما کم کم داریم ایمان خود را از دست می‌دهیم. مجبوریم قبل از اینکه مانند عده زیادی دیگر از مردم زنها و بچه‌های خود را از دست بدهیم از این سرزمین برویم. من از مدرسه‌های آنها نیز بازدید کردم. معلمان آنها وقتی نشان مقدس آتون را روی لباس هم می دیدند، ترکه های چوبی خود را مخفی کردند. احترام می گذاشتند و کودکان مات و مبهوت به من ظلم می زدند. معلم ها می گفتند: می دانیم که این نهایت جنون است که به همه کودکان خواندن و نوشتن یاد بدهیم. ولی ما فقط این کار را به خاطر فرعون که او را هم پدر و هم مادر خود می دانیم انجام می دهیم. او را به عنوان پسر خدای آتون ستایش می کنیم. ولی با این حال ما آدم های تحصیل کرده ای هستیم. شایسته نیست که روی زمین بنشینیم و بینی بچه ها را تمیز کنیم و با چوب روی زمین علامت بکشیم. آن هم به دلیل نداشتن لوح و قلم نی. علاوه بر این حروف جدید خیلی مشکل هستند. حتی یاد گرفتن آنها برای ما هم سخت می باشد. حقوق ما خیلی نامرتب پرداخت می شود. پدر و مادر کودکان پاداش کمی به ما می دهند و روغن داخل سبوهای ما ترشیده و فاسد است. با این وجود همه ما مقاومت کرده ایم تا به فرعون ثابت کنیم که یاد دادن خواندن و نوشتن به همه کودکان غیر ممکن است. فقط افرادی که استعداد بیشتری دارند می توانند یاد بگیرند. من مهارت و معلومات آنها را سنجیدم و اصلا راضی نبودم. اکثر این معلم ها کاتبان ورشکسته ای بودند که هیچ کس حاضر نبود وظیفه ای به عهده آنها بگذارد. آنها جهت امرار معاش نشان زندگی را پذیرفته بودند. کشاورزان و پیران دهکده ها می گفتند: آقای سینوه، لطفاً از جانب ما با فرعون حرف بزن. از او خواهش کن که حداقل ما را از این مدرسه ها رها کند، وگرنه دیگر نمی توانیم تحمل کنیم. کودکان ما به خاطر تنبیه معلمان با بدنهای سیاه و کبود و لباسهای پاره شده به خانه باز می گردند. این معلمها از تمساحهای رود نیل هم شکم پرستر هستند. وقتی از خانه خارج می شویم غذاهای ما را می رو بایند. اگر مس داشته باشیم آن را به زور از ما می گیرند تا برای خودشان شراب تهیه کنند. وقتی در مزرعه های خود هستیم، در نبود ما به خانه های من می روند و از وجود زن های من بهره مند می شوند. می گویند این بر اساس خواست آتون است. از نظر او فرقی میان زن ها و مرد ها وجود ندارد. راستش ما دوست داریم زندگی خود را تغییر دهیم. چون درست است که در شهر در فقر بودیم، ولی به جای آن از آسایش برخوردار بودیم. ما در اینجا به جز جوی های گلالود و گاوهایی که بیمار هستند چیزی نمی بینیم. افرادی که به ما هشدار می دادند می گفتند از تغییر بپرهیزید، چون تغییر برای فقرا بدترین پیامدها را در پی خواهد داشت، درست می گفتند. چون به محض تغییری در دنیا اندازه قلی فقرا کمتر و سبوی روغنشان خالی تر می شود. قلبم گواهی می داد که آنها حق دارند، ولی دنبال بحث را نگرفتم و به سفرم ادامه دادم. من به خاطر فرعون غمگین بودم. مانده بودم چرا او به هر کاری که دست می زند خرابی به بار می آورد.
به گونه ای که تلاشگران به خاطر هدیه های او تنبل می شدند و فقط مردان نالایق مثل مگس هایی در اطراف لاشه دور او جمع می شدند. بعد از آن شک و دودلی در دلم راه یافت. آیا آن آدم های تنبل دور او و اعضای دربار و حتی خود من در طی این چند ماه اخیر مانند انگل ها و حشرات بدن سگ ها نبوده ایم؟ حشراتی که شاید فکر می‌کردند سگ تنها به خاطر وجود آنها و از برای تغذیه آنها خلق شده است. شاید فرعون و خدایش مثل حشرات بودند، مایه دردسر و غم بسیار. خیرشان به کسی نمی‌رسید، زیرا برای سگ‌ها بهترین چیز این است که از شر این جانوران موذی خلاص شوند. این گونه بود که قلبم بعد از خوابی سنگین و طولانی بیدار شد. شهر آخناتون را ترد گفت. من با دیدی تازه به خودم نگاهی انداختم. هیچ امتیاز مثبتی را پیدا نکردم. شاید دید من توسط جادوی پرقدرت آمون که به روش‌های مخفیانه بر همه مصر حکمرانی می‌کرد تحریف شده بود. نمی‌دانستم حقیقت چیست و کجا قرار دارد. زیرا اگرچه افرادی هستند که همواره از افکار پایداری برخوردار هستند و با دیدن هر چیز جدیدی سر خود را مثل لاک پشت فرو میبرند، ولی فکر و ذهن من همواره با چیزهایی که دیده و شنیدم دگرگون شدند. عوامل زیادی فکر من را تحت تأثیر قرار دادند که حتی آنها را به خوبی درک نکردم. بار دیگر تپه‌هایی را که به عنوان نگهبان‌های ابدی شهر تبس به شمار می‌آمدند را در افق دیدم. پشت بام معبد و دیوارهایش در برابر دیدگانم ظاهر شدند، ولی رأس تک ستون‌ها مثل گذشته در نور خورشید درخشیدند، چون بازسازی شده بودند. با این حال وقتی آنها را دیدم شاد و خرسند شدم. من هم در آب نیل مانند دریانوردان و ملوانان که از سفرهای طولانی به خانه برمیگردند شراب ریختم. من دوباره شهر تبس و اسکله‌های بزرگ آن را دیدم. بوی بندر، بوی غلات فاسد، آب آلوده، ادویه ها و گیاهان را استشمام کردم. وقتی به خانم که در محله فقیر نشین بود رسیدم و آن را مشاهده کردم، در نظرم خیلی کوچک آمد. کوچه مقابلش کثیف و پر از مگس بود و بوی تعفن می داد. حتی درخت چناری که آن را به دست خودم کاشته بودم و در نبود من رشد کرده بود، مرا شاد نمی کرد. چون در آخناتون در وفور نعمت بودم و بدعادت شده بودم. جایی عالی برای زندگی داشتم و از خودم خیلی خجالت می کشیدم، چون حتی از دیدن خانی خودم هم شاد نشدم. کاپتا خانه نبود، ولی آشپزم موتی وقتی مرا دید خیلی خوشحال شد. گفت چه روز مبارکی است امروز که ارباب به خانه برگشته، ولی اتاقها کثیف هستند، ملافه ها هم نشسته. ورود ناگهانی شما باعث درد سر بیشتر من شد، گرچه در کل عمرم از زندگی لذت چندانی نبردم. با این حال از وجود ناگهانی شما متعجب و شگفت زده نیستم، چون شما هم مانند بقیه مردها می باشید. به او گفتم آرام باش، من امشب داخل کشتی می خوابم. بعد برای اینکه کاپتاه را بیابم به کافه دوم تمساح رفتم. مریت جلوی در مرا دید، ولی به دلیل لباسهای فاخر و کجاوه مرا نشناخت. او گفت برای امروز عصر جایی اجاره کرده یا خیر؟ چون اگر اجازه جهت ورود نگرفته باشی نمیتوانم بگذارم داخل شوی. مرید کمی فربه شده بود، ولی چشمانش همچنان زیبا بود. من به او نزدیک شدم، دستش را گرفتم و گفتم میتوانم بفهمم که چرا مرا از یاد برده ای؟ چون بیشک مردان تنها و غمگین زیادی بودند که آنها را در بستر خود جای داده ای و گرمشان کرده ای. با این حال چار پایه ای به من بده تا روی آن بنشینم. یک جام شراب خنک نیز برایم بیاور. وقتی مرا شناخت گفت سینوه تو هستی؟ مبارک باشد که امروز اربابم به خانه برگشته. بعد دستش را روی شانم قرار داد و دقیق به صورتم نگاه کرد. در حالی که لبخند می زد گفت سینوه کجا بودی؟ بعد کلاه کیس من رو برداشت، سر بدون مویم با نوازش کرد و در ادامه گفت سینوه بنشین تا برایت شرابی خنک بیاورم،
چون خیلی عرق کرده ای، سفری طولانی داشته ای. با نگرانی گفتم مریم دومه تمساح نیاور. سوال کرد چرا؟ گفتم معده‌ام دیگر مانند گذشته نمیتواند حریف آن بشود. مریت مرا ریش خند نمود و گفت یعنی من اینقدر چاق و زشت و پیر شدم که با دیدن من بعد از چند سال که برگشته ای به یاد معدت افتاده ای؟ گفتم نه، ولی سرم هم درد می کند. مریت گفت تا زمانی که تو با من بودی از سردردت ابراز نگرانی نمی کردی. همیشه برای نوشیدن دم تمساح اشتیاق نشان می دادی که من می گفتم کمتر باید بنوشی. از حرفای شرمنده شدم، چون حرفهای او عین حقیقت بود. واقعیت معمولاً چون این تأثیری را ایجاد می کند. به همین دلیل به او گفتم دوست من مرید، من دیگر پیر و خسته شدم. او جواب داد شاید تو این گونه بیاندیشی، ولی وقتی با چشمانت مرا نگاه کردی من اثری از پیری در آن نیافتم. به این خاطر بسیار خوشحالم. گفتم مرید، به خاطر دوستی ما سری برو و یک دم تمساح بیاور، چون امکان دارد نسبت به تو رفتاری وقیحانه داشته باشم. در مقام جراح جمجمی دربار سلطنتی در شأن من نیست این گونه رفتار کنم، آن هم در میخانه‌ای در بندر. او یک جام شراب برایم آورد، آن را در کف دستم قرار داد. مشروب گلویم را سوزاند، ولی از این سوزش احساس لذت کردم، چون مریت در کنارم بود. به او گفتم مریت، تو یک روز به من گفتی برای مردی که تنهاست و چندین بهار عمرش را سپری کرده، گاهی اوقات شنیدن دروغ میتواند شیرین تر از واقعیت باشد. اکنون زمان آن رسیده که اقرار کنم. من هر زمان که در کنار تو هستم قلبم جوان میشود، شادی به وجودم راه مییابد. سالهای زیادی میان ما فاصله انداخته، ولی من حتی یک روز آن را بدون آوردن نام تو بر زبانم سپری نکردم. من هر روز سلام خودم را همراه با چلچله هایی که بر فراز رودخانه پرواز می کردند به سویت روانه می ساختم. هر صبح با زمزمه کردن نام تو از خواب برخواستم. به چشمانم زل زد. هنوز هم همچنان در نظرم زیبا و خوشندام بود. در عمق نگاهش درخششی از لبخند و اندوه به چشم می خورد، چون آبی که در چاهی عمیق به دام افتاده است. او دستش را بر گونه هایم کشید، گفت سیناهه خیلی قشنگ حرف میزنی. من هم اقرار میکنم که در همه این مدت قلبم در فراق تو به درد آمده بود. شبها زمانی که در رخت خواب خود دراز میکشیدم، دستهایم دستان تو را طلب میکرد. هر وقت که مردی به خاطر نوشیدن دم تمساح مست میشد و چرندیات سرهم میکرد، با اندوه زیادی تو را به یاد می آوردم. ولی مطمئنن در قصر طلایی فرعون زنهای زیبای زیادی بودند. تو هم بی تردید به عنوان یک پزشک ساعتی را با آنها سپری کرده ای. البته این واقعیت داشت. من در آنجا با بعضی از زنان دربار که در تنهایی خود به طرفم می آمدند تفریح کرده بودم. زنانی که پوستی نرم و لطیف داشتند و مخصوصا در زمستان باعث گرما بخشیدن به من می شدند. ولی این چیزها خیلی کم پیش می آمد و من لزومی نمی دیدم که آنها را ثبت کنم. به او گفتم مرید، شاید من هیچگاه به تنهایی در بسترم نرفته باشم، ولی تو تنها زنی هستی که دوست من به حساب می آیی. دم تمساح تأثیرش را روی من گذاشت. احساس شادی و جوانی می کردم. گرمای دلپذیر در رگهایم به جریان افتاد. بعد گفتم بدون شک در طول این مدت مردان زیادی در رخت خوابت با تو شریک بودند، ولی بهتر است با آنها بگویی که من به تبس برگشتم، چون وقتی عصبانی می شوم به مردی تند خوب و خطرناک تبدیل می شوم، به گونه ای که در جنگ علیه خبیری ها سربازان هرمهب مرا پسر الاغ وحشی نامیدند. او دستهای خود را با ناراحتی تکان داد، گفت این همان چیزی بود که من خیلی از آن می ترسیدم، چون کابتاه درباره بدخلقی هایت و جار و جنجال هایی که به همین خاطر به راه انداخته ای برایم تعریف کرده. تو فقط با وفاداری و چار اندیشی های او از آنها رها شده ای. با شنیدن اسم کابتاه دلتنگش شدم. مانند بچه ها اشکم جاری شد. به این اندیشیدم که چه داستان های دروغی از من و سفرهایم برای او تعریف کرده است. سوال کردم
کاپتا برده و خدمتکار سابق من کجاست؟ دلم میخواهد او را به آغوش بکشم. خیلی دلتنگ او هستم. گرچه شاید حرف زدن از یک برده برای من ناشایست باشد. مرید کوشید مرا آرام کند. گفت دم تمساح به طور کامل روی تو اثر کرده. پدرم هم به دلیل سر و صداهای تو توجهش به ما جلب شده است. دارد این سمت را می نگرد. خیلی آهسته گفتم. پس کاپتاه کجاست؟ مرید گفت تو کاپتاه را نمی توانی تا شب ببینی، چون او بسیار مشغول است. همه وقت خود را صرف تجارت‌های مهم در بازار قلعه می کند. اگر او را ببینی شگفت زده خواهی شد. او دیگر به طور کامل فراموش کرده که قبلاً خدمتکارت بوده و صندل‌های تو را بر روی چوبی بر دوشش حمل می‌کرده. قصد دارم قبل از آمدن او تو را جهت استشمام هوای تازه بیرون ببرم. حتماً دوست داری ببینی که شهر تبس چقدر تغییر کرده. این گونه ما هم می‌توانیم با هم تنها باشیم. مریت لباسش را عوض کرد. صورت خود را آراست و جواهراتش را بر خود آویزان کرد. او فقط به واسطه دست‌ها و پاهایش از یک زن اشرافی قابل تشخیص بود. ولی شاید عده زنانی که نگاه ثابت و چشمان زیبای او را داشتند خیلی نبود. من به بردگان دستور دادم ما را با کجاوه به خیابان رامز ببرند. در کجاوه من و مرید کنار هم نشستیم. من از بوی خوش او که بوی تبس را برایم یادآوری می‌کرد غرق لذت می‌شدم. دست او در دستم بود. دیگر هیچ غمی در دل نداشتم. بعد از یک سفر طولانی به خانه بازگشته بودم. مقابل معبد رسیدیم، جایی که کلاغ‌ها بر فراز محوطه‌های متروک چرخ می‌زدند. آنها بعد از نبردهای تبس هرگز به تپه‌ها و لانه‌های خود باز نگشته بودند. آنجا برای مردم ناحیه‌ای نفرین شده و تنفرانگیز بود. ما از کجاوه پیاده شدیم. در محوطه‌های ورودی متروک قدم می‌زدیم. فقط در مقابل خانه مرگ تعدادی از مردم تجمع کرده بودند. جابجا کردن این اماکن کاری بسیار پرهزینه و دردسرساز بود. مرید گفت بعد از آشوب تبس مردم دیگر خیلی به خانه زندگی توجه نمی کردند. به همین دلیل بیشتر پزشکان به شهر رفتند. ما در باغ معبد قدم زدیم. علف‌های هرز زیادی همه مسیرها را پوشانده بود. درختانش قطع شده بودند. فقط در باغ‌هایی که فرعون آنها را به زمین بازی و تفریحگاه عمومی تبدیل کرده بود، تعدادی ولگرد کثیف بودند که حیرت زده به ما نگاه می‌کردند. مرید گفت: سینوه، تو مرا با آوردن به این مکان ناراحت کردی. بدون تردید صلیب آتون از ما مراقبت خواهد کرد. ولی بهتر است آن را از روی یقه‌ات برداری، چون امکان دارد به خاطر آن سنگسارت کنند. تبس هنوز غرق در نفرت است. او راست می گفت. چون هنگامی که از معبد بیرون آمدیم و وارد فضای باز شدیم، مردم وقتی صلیب و لباس مرا دیدند روی زمین آب دهان خود را می ریختند. وقتی یکی از کاهنان آمون را دیدم که با سر تراشیده و لباس کامل سفید خیلی آزاد و راحت در میان جمعیت قدم می زد و در واقع خلاف دستور فرعون رفتار می کرد، بسیار متعجب شدم. صورتش از روغن برق می زد. لباس سفید تمیزی داشت. از ظاهرش مشخص بود که زندگی خوبی دارد. مردم خیلی محترمانه راه را برای او باز می کردند. بنابر احتیاط دستم را روی سینه‌ام قرار دادم تا نشان آتون را مخفی کنم، چون دلم نمی خواست موجب شوم آشوبی بی مورد برپا شود. ما از کنار دیواری رد شدیم. در آنجا مردی را مشاهده کردیم که با پیاله‌ای خالی در مقابلش روی حصیری نشسته بود. مستمعین در اطراف او حلقه زده بودند و او داستان‌های خود را تعریف می‌کرد. داستانی را که او تعریف می‌کرد تا آن زمان هرگز نشنیده بودم، چون او از فرعونی دروغین حرف می‌زد که در گذشته‌های خیلی دور می‌زیست و مادرش یک جادوگر سیاه بود. طبق خواسته شیطان این زن جادوگر فرعون را عاشق خود نمود تا فرعونی دروغین از او به دنیا بیاورد و مردم مصر را به تباهی و بدبختی بکشاند. او مجسمه های خدای مصر را ویران و سرنگون کرد، به گونه ای که خدای مصر هم سرزمین مصر را نفرین کرد تا برکت از آن برداشته شود. مردم به واسطه سیل های زیادی که می آمد غرق می شدند و
ملخ‌ها به محصولات آنها حمله ور شدند و استخرها پر از خون شد. ولی عمر فرعون دروغین کم بود، چون قدرت خدای مصر از قدرت شیطان بیشتر بود. فرعون دروغین مانند مادرش به طرز بد و فلاکتباری از دنیا رفت. پدر و مادرش هم مردند. خدای مصر از همه افرادی که او را انکار کرده بودند انتقام گرفت. خانه ها و زمین ها را میان کسانی که به او وفادار مانده بودند تقسیم کرد. این یک داستان طولانی و شیرین بود. مردم برای اینکه بفهمند آخرش چه می شود با هیجان و بیقراری دست های خود را بالا می بردند. من از شدت تعجب دهانم باز مانده بود. وقتی داستان پایان گرفت و فرعون دروغین به کیفر اعمالش رسید، مردم با خوشحالی فریاد زدند و تکه های مصر را در مقابل مرد قصه‌گو انداختند. من که بسیار حیرت کرده بودم به مریت گفتم: این داستان جدیدی است، من قبلا آن را نشنیده بودم. گرچه مادرم همه این داستان ها را برایم تعریف کرده بود، چون او عاشق این قصه ها بود، به طوری که با آنها بسیار مهر می‌ورزید و در آشپزخانه با آنها غذا می‌داد. پدرم سنمود با چوب دستی خود آنها را تهدید می‌کرد، ولی این داستان جدیدی بود. نام این قصه فرعون دروغین است، ولی باید بگویم که این داستان به فرعون آخناتون و خدای دروغین ربط دارد که کسی جرأت ندارد نامش را بر زبان بیاورد. این داستان باید ممنوع شود. مری سر حالی که لبخند می‌زد گفت: چه کسی می‌تواند مانع از گفتن یک داستان شود؟ این داستان در هر قلمرو به پادشاهی، در کنار همه دروازه‌ها و در جوار همه دیوارها، جلوی دروازه همه شهرها، در همه روستاها گفته می شود. مردم هم از شنیدن آن لذت می برند. وقتی نگهبانان قصه گو را تهدید می کنند، آنها می گویند این یک داستان حقیقی است و در کتابهای قدیمی وجود دارد. کاهنان هم آن را تایید کردند. این گونه است که نگهبانها نمی توانند جلوی آن را بگیرند. گرچه شنیدم هورمهب که مردی بسیار سختگیر و جدی است و به متون قدیمی و کاهنان معتقد نیست، چند تا از قصه گوها را گرفته، از دیوارها آویخته و اجسادشان را در مقابل تمساح‌ها انداخته است. مریت در حالی که لبخند می‌زد دست‌های مرا گرفت، گفت: در تبس پیشگوهای زیادی درباره این جریان حرف می‌زنند. هر زمان که دو نفر به هم می‌رسند، از پیشگویی‌ها و حوادث شوم و نامبارک با هم حرف می‌زنند. همان گونه که مطلعی ذخیره غلات کم شده، فقرا از گرسنگی رنج می‌برند و مالیات‌های سنگین بر فقیر و غنی تحمیل کردند. هیچ چیزی بدتر از پیشگویی نیست. وقتی به عواقب این پیشگویی‌ها می‌اندیشم، وحشت زده می‌شوم. من دستم را از میان دست‌های مریت بیرون کشیدم و همچنین قلبم را. اثر دم تمساح به طور کامل از بین رفته بود. سردرد داشتم. به میخانه دم تمساح بازگشتیم. من دریافتم که آنچه آخناتون گفته بود حقیقت داشت. آتون موجب جدایی کودک از مادر و مرد از همسر می شود تا اینکه پادشاهیش بر روی زمین تثبیت شود. ولی من دوست نداشتم به خاطر آتون از مریت جدا شوم. آن روز عصر تا قبل از دیدار با کاپتاه همچنان ناراحت و عصبانی بودم. کاپتاه مانند یک ماده خو که بعد از زایمان خیلی فربه شده بود، ناچار بود هنگام داخل شدن به میخانه به عرض وارد شود. صورتش همچون ماه گرد شده بود و چون از روغنهای گرانبها استفاده میکرد برق میزد. عرق از سر و رویش جاری بود. او لباس زیبای آبی رنگی به تن داشت و حدقه خالی چشم خود را با طلا پوشانده بود. او دیگر لباس سوری به تن نداشت، مانند مصریان لباس به تن کرده بود. بهترین لباس هایی که توسط خیاطان تبس دوخته شده بود و حلقه سنگین طلا بر مچ دستهایش انداخته بود. با دیدن من فریادی از خوشحالی کشید، بعد در مقابلم تعظیم کرد، دستهایش را روی زانوهایش قرار داد، وضعیتی که شکمش مانع انجام آن می شد. سرانجام گفت: مبارک باشد، امروز اربابم به خانه برگشته. او قادر به کنترل احساساتش نبود، به همین دلیل به زانو روی زمین نشست. در حالی که زانوهای مرا در بغل گرفته بود گریه سر داد. برخلاف لباس فاخر و زیبایی که پوشیده بود و نیز طلاهایی که آویخته بود و روغنهای گرانبها، ولی کاپتاه برای من همان کاپتاه قدیمی بود.
او را از زمین بلند کردم، به آغوش کشیدم، گویی گاوی نر را به آغوش کشیده باشم. او هیکلش به قدری بزرگ شده بود که درهای میخانه به سختی وزنش را تاب می آورد. او در کمال ادب و احترام به شانه هایم بوسه زد. اشکهایش را پاک کرد و سعی کرد که بخندد. سپس گفت: امروز برای امروز مبارکی است. من به این مناسبت همه مشتریان کافه را به یکی دوم تمساح مجانی مهمان خواهم کرد. ولی اگر خواستند دومی را بنوشند باید پولش را بپردازند. او مرا به یکی از اتاقهای مخصوص میکده بود. زیرانداز نرم و راحتی برایم پهن کرد تا روی آنها دراز بکشم. به مریت اجازه داد تا در کنارم بنشیند و خدمتکاران سریع شروع به پذیرایی از من کردند. شرابها با شرابهای میخانی فرعون قابل قیاس بودند. خوراکهای غاز سرخ شده میخانی او از غازهای تبس بود که بهترین ماهی را از رودخانه میخوردند. بعد از اینکه خوردیم و نوشیدیم، کاکتاه گفت: سین و ارباب من، مطمئنم همه گزارش ها و صورت حساب هایی را که کاتبان طبق دستور من در طی سال های گذشته آماده کرده و به خانه شما در آخناتون فرستادند دقیق مطالعه کرده اید. احتمالاً به من اجازه می دهی که شام امشب و دم تمساحی را که از خوشحالی زیاد به مشتریان پیشکش نمودم به هزینه های من اضافه کنم. همه اینها به نفع شما خواهد بود. من از جانب شما برای گمراه نمودن بخش مالیات بندی فرعون زحمت زیادی را متحمل شدم. خیلی به درد سر افتادم. به او گفتم: آن گزارش ها خیلی نامفهوم بودند. چیزی از آن سر در نیاوردم. برای راحتی خیالت میگویم که من اطمینان کامل به تو دارم. همه گزارش هایت را خواندم، ولی باید اقرار کنم چیز زیادی سر در نیاوردم. چون هر موقع آن همه عدد و رقم را مشاهده می کردم، قبل از اینکه به آخرش برسم دچار گیجی می شدم و سردرد می گرفتم. کاکتاه با خوشحالی خنده ای کرد. بدن چاق او زیر لباسش می لرزید. مریت هم شروع به خندیدن کرد، چون او همراه من شراب نوشیده بود و روی زمین دراز کشیده بود و دستهایش را زیر سرش قرار داده بود. با اینکه سالها سپری شده بود، ولی او همچنان از اندام و چهره‌ای زیبا برخوردار بود. کاپتاه گفت: آه سینوه ارباب من، از اینکه می‌بینم همچنان ساده هستی و از امور پیچیده سر در نمی‌آوری خوشحالم. باید از خدایان مصر سپاسگزار باشی که یک خدمتکار سارق نصیبت نشده تا در مدتی کوتاه اموالت را سرقت کند، در صورتی که من موجب ثروتمند شدن شما شدم. به او متذکر شدم نیازی نیست خدایان را سپاس گویم، چون من با تشخیص خوبی که داشتم او را از بازار بردگان به بهای اندک خریداری کردم، چرا که به خاطر دعوایی که در یک میکده رخ داده بود یکی از چشمانش را از دست داده بود. بعد از یادآوری این خاطرات در ادامه گفتم: کاپتا، هرگز اولین باری که تو را دیدم از یاد نخواهم برد. قوزک پایت را به تیرکی بسته بودند و تو با زنهایی که از جلوی تو رد می شدند شوخی های وقیحانه می کردی. از مردان آبجو می خواستی. با این حال من دانایی به خرج دادم و تو را خریدم، گرچه در آن لحظه دچار شک و تردید بودم. کاپتا از حرفای من ناراحت شد، چهره در هم کشید، گفت: دوست ندارم گذشته نفرت انگیزی را که شایسته من نیست یادآوری کنید. سپس شروع به تعریف از کاتبان کرد. گفت: کار عاقلانه ای کردی که کاتبی را در کنارم گذاشتی تا از اموالت مراقبت کند، چون این گونه برخلاف اینکه ماموران مالیاتی مانند حشره ها دائم اطراف ما چرخ می زدند و برای من مزاحمت ایجاد می کردند، مالک ثروتی شدی که تصورش را هم نمی کردی. به همین دلیل دو حسابدار سوری اجیر کردم. حسنی که دارد این است که حتی شیطان هم نمیتواند از حسابداری سوری ها چیزی متوجه شود. حالا که حرف شیطان به میان آمد، یاد دوست قدیمی من هرمه افتادم. همانطور که مطلع هستید، من از جانب شما پولی به او قرض دادم. در مورد پس گرفتن آن هیچ وقت حرفی نزدم. اکنون شما به لطف من از خیلی از اشرافزادگان مصری ثروتمندتر هستید. دارایی چیزی است که ارزشمند باشد، مانند خانه، باغ، زمین، گله، دام، برده و نه طلا و نقره. من ناچار شدم تعداد زیادی از اموال تو را به نام برده ها و خدمتکاران بزنم تا مالیات با آنها تعلق نگیرد.
زیرا مالیات هایی که فرعون برای ثروتمندان مشخص کرده بیش از فقرا می باشد. به گونه ای که وقتی یک فقیر یک پنجم از دارایی خود را می پردازد، ثروتمندان باید یک سوم بپردازند. این عین بی‌عدالتی است. یک بی‌عدالتی بزرگ که فرعون مسئول آن است. این قضیه و از دست دادن سوریه این سرزمین را به خاک سیاه نشانده، فقیرش کرده. از همه مهمتر این است که ثروت ملی کاهش می‌یابد و ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا ندارتر می‌شوند. به گونه ای که حتی فرعون هم از پس حل چنین مشکلی بر نمی آید. همراهان عزیز لذت داستان، امیدوارم که از شنیدن این قسمت از داستان زیبای سینوهه پزشک مخصوص فرعون لذت برده باشید. فراموش نکنید که نظرتون رو حتما برام کامنت کنید. روز روزگار بر شما خوش.